خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته نگاهی می‌کنیم به واکنش‌ها به تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران. و حوادثی که در روی دیگر خوش‌سالی اتفاق افتاد. سیل شدید در شرای شمالی و خراب شدن پل‌ها. و در ادامه برنامه پاسخ به سوالات شما درباره نحوه پوشش کاهش قیمت دلار در ایران در بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود، هفته نسبتاً خلوت‌تری بود و متاسفانه در آخرهای هفته خبر درگذشت خانم پروین بختیارنژاد، فعال حقوق زنان که خیلی هم در مورد خودسوزی زنان در ایران تحقیق و فعالیت کرده بودن، خبر تلخی بود. خانم بختیارنژاد در یک جمله کوتاه بگم که گرچه که خیلی ایشون رو به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان گزارش نویس خیلی خوب میشناسند و کار کرده است و اینا، ولی این سرنوشتی است که بیشتر گروه‌های سیاسی بعد از سرکوب به دست آوردن و حقیقت این است که ایشون در سال‌های اول حکومت به دلیل اینکه عضو یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بود با فرزند یک سالش که حالا او روزنامه‌نویس البته ارشاد، رفت به زندان و صحنه بسیار دردناکی وجود داره که در جای مختلف ثبت شده و اون موقعی است که بچه یک ساله در زندان خشن در اون دوره همزمان با اعدامهای دهه 60 در زندان هست و برخورد وسایل زندانبانها خشونت کامل هست و چه بر سر این خانم اومده، خانم جوان موقع. ولی ایشون بعد از اینکه به اصطلاح اصلاحات اومد و وارد صحنه فعالیت جدیدتری شدند، پروین خانم شروع کردن به مسائل مربوط به خانواده، مسائل مربوط به جامعه حساسیت شدید نشون دادن و گزارش‌های درجه یکی تهیه شد و اصولاً چهره‌ای که ازش برخورد دادن باش می‌کرد چهره یک سیاستمدار آرمانگرا بود که با عشق علاقه و واقعاً بسیار افسوس بود. غربت خیلی سخت بهش گذروند و در نتیجه با وجود اینکه می‌دونست خطرات متعددی در پیش هستش رفت به تهران، به همین جهت هم مسیر که رسید تهران مطابق پیش بینی که کرده بود هم پاسپورتشو گرفتن، هم بازجویی، هم فشار این برانور، در حالی که بیمار شده بود بالاخره هم بیماری رو تحمل نکرد. در این حال بگم که در هفته گذشته دکتر دبیسیقی هم فوت شدن، استاد از نسل ده خدا، مستقیم از نسل ده خدا. امیدوار بودیم یک سال دیگه میموندن 100 ساله میشدن، ولی متاسفانه جامعه ادبیات دست دادشون. متاسفانه. میخوایم بریم سراغ روزنامه ها و شروع کنیم با روزنامه سازندگی. آره، میبینید که سازندگی خیلی حال و حول و شلوغ و اینا نیست. یک جمله از آقای خامنه‌ای است که در اجتماع 3000 نفری ورزشگاه آزادی تاکید شد. خیلی ها کسا بودن که این به اصطلاح این برخورد بسیج رو که به هر حال پنهان نموند که به هر حال کسایی که اونجا حضور داشتند که به هر حال تماشاگر فوتبال که نبودن، که اعضای بسیج بودن که با اتوبوس و اینا آورده شده بودن و این استفاده سیاسی کردن از استادیوم 3000 نفری از همون سالهای اول تأسیسش، یعنی در زمانی که پادشاه بود اتفاق افتاد، یک دو بار در قبل از انقلاب اتفاق افتاد و همون موقع مورد انتقاد خیلی از منابع قرار گرفت، اگر نه در داخل بلکه بیشتر این حرف در خارج زده شد. این بار هم همینطور. حرف مهم ایشون این هستش که گفتن که مشکلات و اینا همه هستش و تحریم و اینا هم هست، ولی بن‌بست نیست. روزنامه بعدی روزنامه قانون هست که عکس رو قرار گذاشته. روز چیزه، روز معروفه، یعنی روزی است که مجلس گروه های تند رو تمام نیروی خودشون آوردن رو صحنه، یعنی از پیام های تهدیدآمیز، نمیدونم اشاره دوباره به استخر فرح برای نماینده ها و اینا رفته بودن تا هر جایی که تصورش هست و گروه و عده‌ای هم بیرون مجلس وایساده بودن تظاهرات میکردن که البته عکسانشون میداد که تعدادشون بیشتر از 20 نفر نبوده، ولی خودشون در گزارشاشون نوشته بودن ده های هزار نفر. و بعد توی این صحنه هم که ببینید صحنه مناکی بود، چون این گروه تندرو که آقای زرنور رو آقای کریمی قدوسی رو دارید میبینید طرف این آقای لاریجانی، یعنی اینا پایین بودن، پایین به اصطلاح صفحه بودن که رئیس و نواب و منشی میشینن
و اونجا تظاهرات میکردن. منتها تظاهرات اونجا یه اتفاقی براش افتاد، این بود که آقای کواکبیان اینا هم اومدن وسط صحنه، اونا دو نشون میدادن یعنی مخالفت کنین، اینا چهار نشون میدادن و در نتیجه صحنه تبدیل شد به یک شوخی مانندی جلسه. یه مقاله هم این پایین هست به نام چیز نویس ها و نویسنده ها از آقای فرید قدمی که برای من نگاه ایشون بسیار نگاه جالب بود که اینطوری تقسیم بنده کردن دنیای نویسنده ها و مترجمان رو، به یه تقسیم بندی خوب عجیبی رسیدن. بعد میگن که وقتی از نویسنده ها و مترجم ها حرف میزنین دقیقا از چه کسانی حرف میزنین؟ آدم فکر میکنه که خب قراره یک تعریف دقیقی داشته باشه. ایشون یه گروهی از نویسندگان فرهنگی رو میگن که من اونها رو چیز نویس مینامم که نه تنها درآمد کافی برای گذران زندگی دارن، بلکه همیشه در سطحی بالاتر از متوسط جامعه زندگی میکنن. چیز نویسان امروز ایران از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی مثل این که جهانیه داستان، چون ایرانی هم هستن. اونها که یا به سفارش نهادهای دولتی چیز می نویسن و از حمایت دولت برخوردارن. بعد میاد همینطوری یه چیزای دیگه هست، میگن که فرهنگ حاکم سعی میکنه که چیز نویس ها رو از متن جامعه ببره بیرون، ولی نویسندگان واقعی کسانی هستن که در بطن جامعه حضور دارن و مثلا طبیعند. مثل نویسندگانی که با بوی عرق تن کارگران آشنان، با صدای خنده دانشجویان و اینا. خب یه بخشش ولی نویسنده باید در بطن جامعه باشه. ببینید اشکالی که داره این نیستش که یه نویسنده جوانی اومده اعتراض خودشو بیان کرده و معتقد است که اگر نویسنده یا روشنفکری میره مثلا فرض کنید به حکومت نزدیک میشه، ولی به این تعبیر، یا کتاباش پرفروشه یا جای مختلف دیده میشه، این الزاماً از درد کشیدگان خارج شده. این حرفا رو ماها هم در همین سن که بودیم زده ایم. فقط تنها چیزی که میشه گفت این بود که کاش اون موقعی کسی به ما نصیحت میکرد که حالا ما هم میتونیم بکنیم، که به ما میگفتش که همین به عنوان اینکه عقیدم اینه و اینا بنویس، خوبم هست، آدم در جوانی باید یه ذرم چپ بزنه. بله. اصولا اگه نزنه عجیبه، چون بعدن سن و سال میره بالاتر، بعد آدم پشیمون میشه از این یه همچین قالب‌هایی برای دنیا درست کرده و برای ایران وقتی گرفتاری درست میشه. بله. روزنامه هفته صبح که اونم البته تیت زده رشته FATF سر دراز دارد، یعنی خب از اینجا رفت بیرون. این مال روزی است که اینا پیش بینی میکردن که بره به شورای نگهبان و تصور این میشد که شورای نگهبان حتما ردش میکنه. اتفاقا کیهان و بقیه هم به محض اینکه رفتن از این جلسه ای که بودش بیرون، یعنی رأی مجلس اومد، شروع کردن به مجلس حمله کردن، همراه خیلی تند، و روشون برگشت شورای نگهبان که شورای نگهبان رد کند، در حالی که این حرف هفته صبح درسته، این رشته سر دراز داره، اینطوری نیست که چرا نگاورا کنه. آقای کت خدایی هم یه توییتی کرد. بله. که خیلی توییت اصلا مشخص نبود که واقعا، نه اصولا هم اینجا اونجایی نیستش که اون باید نظر کنه، و به همین جهت هم اونها دارن میفرستنش به مجموعه تشخیص مصلحت. این معمای پل‌های شکسته همون چیزی. آره. که اول برنامه اشاره کردیم. آره، فرید عطازاده گزارش برام کرده. گزارش هایی بخوام در یه سطر بیان کنم اینه که این همه چیزهایی نوشته شد احساساتی بود، طبیعتاً خب شبکه های اجتماعی بیشتر احساسات دارن تا اینکه برن یه بررسی کنن دیگه. بعضی ها بر اساس اینکه طرفدار چی بودن همه شروع کردن گفتن که پل هایی که در زمان ساسانیان و شاه و اینا بوده همه باقیه، پل های جمهوری اسلامی افتاد. این یه نگاه بود در سیل جدیدی. آره، در این سیل جدید که پل ها، خب بعضی از پل های مهم هم افتاد. بله. در مازندران به خصوص. بعضی ها هم از اون طرف مقابل بودن و اومدن میگفتن که این پلایی است که در زمان احمدی نژاد ساخته شده. این گفت این گزارش فرید عطازاده نشون میده که دست کم این پلایی رو که مشهورند و شکسته و اینجا هم داریم میبینیم که مقامات محلی رفتن بالا سرش، اینها در دهه 50 ساخته شده. پس من ببینید نصف حرف اونوریا درسته، در زمان قبل از انقلاب ساخته شده، اما اون بخشش که تقصیر موجوده اینه که اینا نگهداری نشده، یعنی در همه این سالها باید پل رو مواظبت کرد، بازسازی کرد و همه جای دنیا اینطور، اینجا هم پل 200 سال پیشونی دارن، اینطور نیست که ولش کردن رفتن، حالا یه موقعی میان تعدیل میشه، ولی بیشتر این پل ها به اصطلاح نگهداری خوب نمیشده. روزنامه بعدی کیهان هست که باز هم البته اینجا مطرح کرده افسار دلار را دولت پاره کرد، از کیهان شکایت کردند. آره، این در حقیقت این اتصال هایی که صورت میگیره، هفته پیشم درباره یکی از اون اتصال ها صحبت کردیم
راجع به حوادث اهواز با همین ماجرای همین لایحه که به هم دیگه وصل شد، تعجب کرد اینا چطور به هم میشه وصل کرد. از اطلاع از کیهان چند تا شکایت شده. این متن این شکایت هم که میخونی همش مربوط به جایی است که همین قضیا اتهام زده شده یا تند رفته شده و اینا. حالا او میگه که دلار رو خود دولت رفته ابزارش رو پاره کرده، بعد اومده از ما شکایت میکنه. حالا به حال حرف اینه، اما به نظر مهمتر این سرمقاله است که آقای صرفی نوشته، یعنی سرمقاله است که عنوانش رو بگید شما. عنوانش هست 1144 نماینده و یه لاحاف دوست. حالا چرا اینه میگه 143 نماینده و یه لاحاف دوست؟ ببینید خلاصش به طور داستان اون یک لاحاف دوست چیه؟ ببینید یه پایه‌ای داره کل این سرمقاله، یه پایه استدلالی ریاضی داره که اگه اون رو قبول بکنیم حل میشه. ایشون میگه که چند ماه پیش وقتی که طرح یا لایحه مطرح شدش که رای گیری شفاف بشه، یعنی هر کی رای میده معلوم شه به چی رای داده، در اون موقع تعداد موافق بودن تعداد مخالف بودن. اون تعداد موافقین رو مثلا فرض کنید 120 نفرن، این نگه دارین، حالا یه 120 شما دارید توی معامله. حالا برگشته اومده به جلسه دیروز میگه در این جلسه 117 نفر هستن که به این لایحه تر مثبت دادن. حالا این رقم دومی هم من دقیق نمیگم، 134 نفر لایحه مثبت 143 نفر، 143 نفر به صلاح موافقین. میگه که چون این دوتا رقم نزدیک به هم دیگه است، پس این کسایی که این دفعه رأی موافق دادند که گویا طرفدار شفافیت مالی هستند، همونهایی هستند که در دفعه قبل شفافیت رأی خودشون رو نپذیرفتند. چطوری به این نتیجه رسید؟ نمیدونم چطوری میشه رسید. آره به نظر میرسه که ذهنخوانی غریب توشه، ولی بر این پایه آصفی این سرمقاله نوشته و بعد بنابراین اثباتش این میشه که بعد حالا جوابی هم البته طنز نویسا بهش دادن. خب بریم سراغ جهان صنعت، آخرین روزنامه. بله این افزایش بدهی خارجی دولت، اصولا جهان صنعت مدتی است که هم در مقالاتش هم در تیتراش قبلا هم عرض کردم که به اصطلاح انتقاد از دولت شدید، قبلا اینطوری نبود ولی الان نه، الان تقریبا همه مالش هم هست و عیبی هم نداره. به حال یه روزنامه است که حق داره که حرف کسایی رو بزنه که نظر اقتصادی تقریبا با هر کاری که دولت میکنه مخالفند، جز اینکه گاهی اوقات هم البته همیشه اینطوری نیست. اینجا مسعود دانشمند دبیر اتاق اقتصاد یه مقاله داره، تو مقاله خیلی نگاه چیزیه، نگاه خیلی میانه روانه و واقع بین هست، به عنوانش از چاره کوپن که میگه که مشکلات، یکی از مشکلات اقتصاد کشور به عدم سرمایه گذاری مناسب در تولید برمیگرده. حالا بعد صحبت از این میکنه که اگه دولت بتونه ارز رو در یه اندازه مثلا 4200 تومان نگه داره و یه سبد 70 قلمی کارا هم که مثل کوپن میمونه عمل کردش، این هم اونجا به کار ببره، میتونه مهار کنه. بعد میگه مهم این هستش که ایشون از این زاویه وارد میشه که میگه که اگر که کوپن به کالاهای اساسی داده بشه و نرخ بازار هم تنظیم بشه و ثابت بمونه، اون هم برای دولت موره حساب شده ای برای آرامش اقتصاد میتونه یه مجموعه ای رو به اصطلاح جلو ببره که پیشنهاد ایشون هست. ممنون آقای بهنوت، برمیگردیم به برگزیده ها. اما در هفته گذشته دلار به ناگهان با کاهش قیمت مواجه شد. البته در همان زمان هم با نوساناتی همراه بود. تعدادی از مخاطبان بی بی سی از برنامه‌های خبری این شبکه انتقاد کردند که چرا به کاهش نرخ ارز به اندازه افزایش نرخ ارز پرداخته نشده. پیشتر همین سوال رو که علیرضا هم به دیدبان ایمیل کرده بود با امید پارسانژاد از سردبیران اتاق خبر بی بی سی مطرح کردم. پاسخ رو ببینید. در مورد این سوال از چند جنبه به ما انتقاد شده. یکیش اینه که مقایسه کردن موقعی که افزایش پیدا می‌کرد قیمت ارز و پوششی که ما به اون دادیم با موقعی که کاهش پیدا می‌کرد و گفتن اینا شبیه هم نبوده. در این مورد دو تا نکته هست. یکی این که میزان افزایش نرخ ارز در چند هفته‌ای که این اتفاق داشت می‌افتاد قابل مقایسه واقعا نبود با میزانی که بعداً کاهش پیدا کرد. یعنی رشدی که نرخ ارز در ایران کرده بود خیلی بیشتر از اون کاهشی بود که در اون دو سه روز اتفاق افتاد. نکته دوم اینه که بسیاری از منتقدان ما، من دیدم در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که موقعی که افزایش پیدا می‌کرد بی بی سی لحظه به لحظه گزارش می‌کرد، که این دقیق نیست و درست نیست، به دلیل اینکه موقعی هم که افزایش پیدا می‌کرد ما حتماً
با فاصله و وقتی فقط مطمئن می شدیم از اینکه نرخ ارز به رقم مشخصی رسیده اونو گزارش می کردیم، ابدا به این شکل نبود که ما لحظه به لحظه گزارش کنیم. موقعی هم که کاهش پیدا کرد، روز اولی که کاهش پیدا کرد، وقتی که مطمئن شدیم که روند رو به نزول هست، گزارشمون رو شروع کردیم و در چندین بولتن خبری روز بعدش پوشش دادیم با مصاحبه و گزارش خیلی مفصل. انتقاد دیگه که از ما شده اینه که چرا از اصطلاح نوسان استفاده کردیم موقعی که کاهش پیدا می‌کرد نرخ ارز، در حالی که وقتی افزایش پیدا کرده بود ما از اصطلاح افزایش نرخ ارز استفاده می‌کردیم. اولا این رو به توضیح بدم که این موضوع فقط مربوط به یکی از روز دومیه که نرخ ارز رو به کاهش بود و فقط هم مربوط به تلویزیونه، چون در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما از اصطلاح افزایش نرخ ارز بیشتر استفاده کردیم و از اصطلاح کاهش ببخشید استفاده کردیم. ولی در تلویزیون علت این که همکاران من استفاده از اصطلاح نوسان رو انتخاب کردن این بود که در اون روز به خصوص رقم‌ها بالا پایین می‌شد و هنوز تصویر روشنی ما نداشتیم از اینکه در انتهای روز به کجا خواهد رسید، برای اینکه روز دوم هم بود و هنوز بازار خیلی ملتهب بود. اگر ما تصویر کامل اون روز رو از قبل داشتیم و می‌دونستیم که نهایتاً به کجا می‌رسه، حتماً از اصطلاح کاهش نرخ ارز استفاده می کردیم. ولی به دلیل اینکه روز دوم بود و بازار خیلی ملتهب بود و ما نهایتاً نمی دونستیم که به کجا منتهی میشه، از اصطلاح نوسان استفاده کردیم. خب آقای بهنود، بریم سراغ برگزیده ها. اولی بی قانون هست. این صفحه اول بوده، دقیقاً جواب همون سرمقاله است که خدمت کیهان نوشته بود. چون او سوال اصلی رو این کرده بود که موافقین سی اف چرا از افشای نام خودشون میترسن، که این افشای نام رو اتفاقا مورد این مورد رو نمیگه، مورد قبلی رو میگم تو که شرح دادم. حالا ایشون میگه که موافقان سی اف اس گفتن از ناممون نمیترسیم، از شما میترسیم. خب بریم سراغ ایران و گزارشی که از هجوم مهاجران به قلب ناهنجاری ها. بله، ببینید ایران اصولا این بیشتر یه مصاحبه است که با یک جامعه شناس به نام آقای اردشیر گراوند. اون اولیش بود، یعنی اولینشه. شما شاید که گراوند صفحه اول این گزارش دید. گزارش فوق‌العاده کارکرده خوبی است. همین پایین الان دارین شما می‌بینین که آماری میده راجع به اینکه چند درصد از مردم کل کشور بله. اصولاً حاشیه نشین هستن و حاشیه نشینات از همه امکانات برخوردارن و چه و ترکیب جمعیتیشون چیه. حتی بعد از این مصاحبه که خواهش می‌کنم شما مصاحبه رو بگین، بعد گزارش‌های مفصل دیگه‌ای هم تو سه صفحه دیگه هستش که نشون میده این بافت حاشیه نشینی در طول سال‌ها چقدر عوض شده. در اول، یعنی در زمان شاه، در حتی دهه 40 این بافته رو چی تشکیل میداده، دوره انقلاب چی تشکیل داد و بعد در دوره جنگ چی شد و بعدم حالا چی شد. جامعه شناسی که باش روزنامه ایران مصاحبه کرده میگه که خب از سال 1335 این مهاجرت شروع شده، نزدیک به 62 ساله و اولش در واقع میگه که خب این در همه دنیا تا یک اندازه قابل پذیرشه و فکر میکنم اون میزانی که خب بشه به این مهاجران خدمات داد و ایشون نگرانیشون رو میگن که چه نگرانی های این حاشیه نشین ها ممکنه داشته باشن از لحاظ کمبود آموزش، خدمات درمانی و خدمات شهری و خدمات دیگه‌ای که ممکنه کسانی که توی شهر هستن بیشتر بهش دسترسی داشته باشن. و خب چیزهای مختلف رو میبینه، اینکه جنسیت، قومیت، اینا چقدر میتونه در مهاجرت تاثیر بذاره. بلکه خیلی از آدم ها همونطور که شما میدونید، خیلی از کسایی که تحلیل کردن انقلاب ایران رو معتقدن که زادگاه انقلاب ایران حاشیه نشین های شهر تهران بودن، که شاید هم خوب غلط نباشه حرفشون. و اون وقت اگر این رو درست بکنیم، اتفاقا از معدود جاهایی بودش که خیلی سیستم امنیتی انتظامی دوره شاه مراقبش نبود. الان اینطوری نیست، یعنی حوادثی که در اسلام شهر اونجا اتفاق افتاد در سال گذشته نشون میدادش که یه سیستم مراقبت خیلی جدی هم هست. وجود داره که مواظب اینها نظر امنیتی یا نظر بخش شوش کردن ها وجود. بریم روزنامه همشهری جوان رو ببینیم. در واقع ویژه
نامه همشهری که همشهری جوان هست. خب این حرفایی که جسو گریخته در دفعات قبل هم در دو سه هفته گذشته ما گاهی گفتیم این رو، این مجموعه مجلات همشهری که بعضیشون واقعا در نوع خودشون کم نظیر بودند یا بی نظیر حتی میشه گفت بودند، اینها بعد از اینکه اعلام شدش که تغییراتی در درون سازمان همشهری داده شده و این مجلات اول قرار بود تعطیل شه بعد برای اینکه جلو تعطیل شه بگیرن با گزار شدن کرده. آره خیلی از ازش تعبیر کردن به عنوان اینکه ما که رفتیم اینجا مثلا دیگه نخواهد بود فلان. الان امروز فرصتی است که دو تای از اینها رو یه نگاهی با هم دیگه بکنیم. همشهری جوان از اون قبل است، این اولین شماره گروه جدیدی است که اومدن. می‌بینید که خیلی شبیه روجلدای یه دوره از چلچراغه. بله. یا شما یاد اون دوره می‌ندازید. فقط میتونم بگم که این گزارش گزارشی است درباره اینکه چگونه این نوسان قیمت مصرف رو هم میتونه دستکاری کنه. یعنی وقتی اعلام میشه که آب گوجه‌فرنگی یا روب گوجه‌فرنگی یا پوشک اینا نیستش، پس فردا صبح که هستش یهو احساس میشه سه برابر میشه مصرف. یعنی همه میریزن مثل همین که میبینی با عجله میرن رو به گوجه‌فرنگی و همین چیزا اینطوری. مثلا یه گزارش خوبی در همین مورد ایسنا درست کرده بود که حالا گزارشگر معتقد بود که یهو میگن مثلا رو به گوجه‌فرنگی نیست، همه هجوم میبرن بخرن، بعد فروشگاه میگه مثلا سه تا بیشتر نمیدن، بعد همه میگن دیدین گفتیم که نیست. این خودش تشویق میکنه. بعد تشویق میکنه. خلاص یه چرخه میشه. مجله ها رو ببینیم. مروارید. بله مروارید نمایش ازمهلال. نمایش ازمهلال رو حالا شما الان فعلا یه چند لحظه نمایش ازمهلال کاری نداشته باشید. این گزارش به طور کلی برای مروارید که هر دفعه یه گزارش اصلی داره و اون گزارش اصلیش به اصطلاح مبنا قرار میگیره و از جهات مختلف میپوشونتش و 30-40 نوع مطلب از مصاحبه و تحلیل و گزارش میدانی و اینا تهیه میکنه و واقعا هم همیشه خیلی خوب درست میشه و تصور میکنم که مجموعهشون به جمع موسوی باید بهش تبریک گفت، خیلی خوب کار میکنن. قبل از اینکه بگین یه خبر خوبه دیگه همی که یه گفتگو با سعید مدنی کرده. این بله. بله 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 یه گفتگو با سعید مدنی هم خودش یکی از اتفاقات است که خود سردبیر معتقد است که قلم یعنی نوشتار هستش که فساد رو پرده در میکنه، یعنی میبرد. آقای سعید مدنی هم تو که اشاره کردین که تحلیل میکنه فساد سیستماتیک رو، معتقده که زمان لاپوشونی فساد دیگه تموم شده، الان اگر بخوانم نمیتونن. بهمن عمویی رفته گزارش که راجع به فساد سیاسی که کتابم راجعش نوشته، بهمن کتاب خیلی خوبی هم هست و به خصوص راجع به رانت ها خیلی کار کرده، اینجا هم یک گزارشی داره در همین اول، گزارش فوق العاده خوندنی زیر پوستی است و به نکته های خیلی مهم اجرایی اشاره میکنه. یک گزارشی است الان پویه مددی درباره یه نوع فساد دیگه نوشته، اونم فساد دانشنامه است. اینکه وقتی که میریم کنار خیابون و اونجا دانشنامه میفروشن و اولش به خصوصی مثالی میاره، میگه تو جلسه دفاع پایان‌نامه داوری جلسه اعلام کرد پایان‌نامه رد میکنه، ولی اتفاق نیفتاد 16 دادن به دانشجو به خاطر اینکه مسئله عادی شده. توی جلسه دیگه ای داور جلسه تعطیل کرد چون کاملا پیدا بود از یه جایی برشته شده و کسی که داشت دفاع میکرد ازش خبر نداشت اصلا از محتوا، یعنی یه بارم نخونده بود اون رو. بعد میگه که بعد داور عوض کردن و جلسه دوباره کرد. بنابراین این روزها پایان نامه ای نوشته نمیشه در حقیقت. مجله سینما ادبیات رو ببینیم. حالا اگه من تصمیم گرفتم سینما ادبیات رو در این 400 صفحه رو احیانا اشاره کوتاهی بکنم چجوری میشه؟ این دفعه یه نیم به اصطلاح پرونده یا نیم ویژه نامه ای داره درباره انگلیس به خاطر اسکات. بله. اینجا هستش. اون نیمه دومش هم سینمای نوین ترکیه است و مثل همه شماره‌های دیگه که این موضوع میادش رو جلد و میشه موضوع اصلیش، طبیعتاً چیزی درباره این موضوع نیستش که نبدونیم. بعد ادبیات این دفعه میزگردی که داره که آدم های مهمی هم آقای سمیعی، بهمن بازرگانی، امیرحسن چلتن، کیهان خانجانی توش هستند. ادبیات اشغال و اشغال ادبیات به موضوع اینکه ادبیات به کجای بخش رو اشغال میکنه و به چی مشغول میشه میرسه. در این حال مجله دو شماره هم هست، من احساس میکنم یه ذره مردمی شده، یعنی یه سوژه مردمی هم داره که این دفعه اون سوژه مردمیش کنگرانی به روایت کنگرانی است، یک گفتگوی اختصاصی سینما ادبیات داشته است با لنکرانی قبل از فوت که هم به مناسبت فوتش هم اینکه بالاخره این جوان که موقعشم نبود میره. جز این که بگم که این زبان اشغال آقای احمد اخوت رو هم بخونید وقتی مجله دستون اومد. حالی بعدی مجله سرزمین من هست. خب سرزمین من یکی از اون دیگه از اون همشهری هست. سفر و ایران شناسی.
این نشریه فولاد خوبی است، ادعا شده پر مخاطب ترین مجله سفر و ایران شناسیه. من به نظرم میرسه که این ادعا میتونه درست باشه، چون هم مجله است که خیلی به مضمون خودش وفادار، عکس میبینید عکسای فوق العاده ای جمع میکنه از این طرف اون طرف برای شناختن آدمایی که طبیعت ایران رو، ولی به این اکتفا نمیکنه، به مثلا ساخت صنعت، ساختمان، صنایع دستی، همه اینا میرسه. و اصولا میتونم بگم این مجله خوب در اومده. این مجله از معدود مجلاتی است که از بعد به تاسیسش خیلی خوب و... بله، از بعد به تاسیسش آقای مختاری سردبیرش بوده که اینجا هم سرمقاله رو نوشته، و حالا برای اینکه به اصطلاح گروه جدید رو بدونیم حاصل کارشون در مورد این مجله چیه، یه ما سر میکنیم. بریم بیگاه رو هم یه نگاه کوتاهی بهش بکنیم. کتابچه تخصصی شعر بیگاه نم، خب نشریه است، ولی وقتی که باز میکنید بعد انگار که یه دونه کتاب شعر به اصطلاح شعر آدمای مختلف باز کردن، یه مجله شعر رو باز کردن. این دفعهش تخصص شعره. البته بیگاه الزاما هر دفعه شعر نیست، ولی همینقدر که شما دارید از توش شعرهای خوبی از عادل بیابانگرد، از کسرا حیدرزاده، از اسماعیل خویی، از علی عبداللهی اینها میخونید، پیداست که به اطراف و اکناف سر میزنه. خب کارتون آخر رو هم ببینیم، اینم هم باز همون ماجرای کیهان و SATF و ایناست که خانم سلطشوری گفت به استخ نمیرم. یا همون موضوع تهدیدها بیشتر متوجهشون بود که خب خیلی تند رفته بود. توییتی که کردن گفتن تهدید به مرگ داره. بله تهدید به مرگ گفتن و اینا، گفته ولی من استخ نمیرم. 143 تا استخ، یعنی اون 143 نفری که رأی مثبت دادند. بله. ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه‌های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برام بفرستید. راه‌های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما و یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم آقای بهنود همینجا با شما خدافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.